در ادامه نگاه کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. همکارم آرش آزمی هم برای بررسی این بازارها اینجا با من در استودیو هست. آرش، از بازار ارز که شروع کنیم، قیمت دلار در بازار آزاد افزایش داشت و رسید دلار به 30500 تومان همطور که می‌بینیم. بله، خب برخلاف دیروز بازار، در بازار آزاد ما افزایش قیمت دلار رو داشتیم، 3500 تومان 400 تومان افزایش داشت. یورو هم تقریبا همین مقدار 410 تومان افزایش داشت و رفت بالای 31750 تومان. اما حواله درهم می‌بینیم که امروز رشد افت نیم درصدی داشت. کماکان ما این در واقع ناهماهنگی بین حواله درهم و دلار بازار آزاد رو می‌بینیم که بسیاری فعالان بازار این رو ناشی از دستکاری بازار می‌دونن. اگر حواله درهم همین حدود رو در نظر بگیریم، تقریبا دلار باید 30700 تا 30800 تومان باشه. اما از روز گذشته این اخبار در بازار میچرخید که دستکاری میشه نرخ‌ها، به خصوص در حواله، در نرخ اسکناس دلار، و این باعث شده که نرخ‌ها ناهماهنگ بشن. دلار دولتی هم نکته جالبش این هست که حواله دلار سامانه نیما به صورت تدریجی در حال افزایش تو کانال 25000 تومان، که خب این هم برای واردکننده ها در واقع موضوع مهمی است و افزایش قیمت تمام شده کالاها رو در پی داره، موضوعی که در پی حذف ارز ترجیحی خب بسیار هم در جامعه پررنگ و بهش توجه میشه. حالا توی خبرهایی که مورد رمزارزها بود، خبری که من میدیدم و توجهم جلب کرد در مورد کشور السالوادور بود که خب همونطور که ما قبلا توی این برنامه هم گفته بودیم، کشوری بود که اومده بود به عنوان پول رسمی از رمزارزها استفاده کرده بود، اما به خاطر این ریزش اخیر رمزارزها و قیمت بیت کوین دچار مشکلات شده. اگه جزئیاتی داری از این خبر بگو. بله، خب همونطور که اشاره کردی، السالوادور اولین کشوری بود که بیت کوین رو به عنوان رمزارز اصلی انتخاب کرد و حالا به عنوان ارز انتخاب کرد، و حالا با این ریزش اخیر بازارهای رمزارز 100 میلیون دلار ذخیره این کشور، ذخیره بیت کوینش رسیده ارزش به 38 میلیون دلار، و بسیاری این رو در واقع بهش هشدار میدن که ممکنه یک بحران نکول بدهی در این کشور ایجاد بکنه، و یک بحران بدهی با توجه به اینکه خب این وضعیت در واقع این کشور از نظر درآمدی هم وضعیت مناسبی نیست. اما 24 ساعت اخیر بازار کمی تغییر کرد و اکثر شاخص‌ها مثبت بودن، اکثر رمزارزها و 10 رمزارز بزرگ هم همینطور که دیدیم همه سبز رنگ بودن. بیت کوین برگشت به بالای 30000 دلار، مرز مهمی که در هول و هوش اون داره این روزها نوسان میکنه. اتریوم هم همینطور که در نمودار میبینیم تونست مرز 2000 دلاری رو پس بگیره، تا مرز 2100 دلار هم بالا رفت. در بازار طلا و قیمت سکه، آرش، وضعیت امروز چطور دیدی؟ وضعیت بازار طلا هم سعودی بود با توجه به در واقع افزایش قیمت دلار در بازار. همینطور که میبینیم سکه هم دوباره 350000 تومان گرون شد، رسید به مرز 14.5 میلیون تومان. نیم سکه هم رشد داشت، رسید به مرز 8 میلیون تومان، و طلای ساخته نشده هم 1.7% رشد قیمت داشت. در نهایت بپردازیم به وضعیت بورس. نقشه بازار میبینیم تا اونجا که مشخص هستش رنگ قرمز و سبز میشه گفت که به طور مساوی تقسیم شده. بله، امروز در واقع تقریبا میشه در بازار توی نقشه این وضعیت رو دید. شاخص ها هم تقریبا همچی وضعیتی رو داشتن، یک شاخص مثبت، یک شاخص منفی، اما با نوسان محدود. شاخص کل 0.3% منفی شود، اما شاخص هموزن 0.1% رشد کرد. نسبت نمادهای مثبت به کل هم میبینیم 51% از همون چیزی که در نقشه دیدیم نصف نصف تقسیم شده بود. اما امروز این افزایش قیمت مواد غذایی که حالا از یک طرف خب فشار زیادی رو آورده به معیشت مردم، اما برای گروه‌های بورسی این حوزه ظاهرا خبر خوبی بوده. بسیاری از اونها صف‌های خرید سنگین شدند و در واقع معاملات هم ارزشش توی اونها بالا رفته. ارزش معاملات خرد امروز رسید به 8600 میلیارد تومان، بالاترین میزان در 8 ماه اخیر، رکورد شکنی کرد. اما از اون طرف خروج پول حقیقی از بازار رو داشتیم، یعنی روند بله. پول حقیقی برعکس شد، بیش از 327 میلیارد تومان حقیقی‌ها از بازار امروز خارج کردند.